درود بر شما بینندگان گرامی شبکه جهانی پارس. من لیلا هاشمیان هستم و در این ساعت با خبرهایی از ایران و سایر نقاط جهان در خدمت شما عزیزان خواهم بود. نخست مرور رو خواهیم داشت بر خلاصه‌ای از مهمترین خبرها. امیر حسین قاضی‌زاده هاشمی و علیرضا زاکانی، دو نامزد اصولگرا، از ادامه رقابت‌ها انصراف دادند. برنامه برگزاری انتخابات ایران در شهرهای سیدنی و برزبن با اعتراض ایرانیان استرالیا لغو شد. مونا بختیاری، خواهر دادخواه پویا بختیاری، میگوید به جان مادرش ناهید شیرپیشه در زندان زنجان سوء قصد شده است. سیل و رعد و برق جان 5 تن را در ایران گرفته است. حمله هوایی اسرائیل به جنوب سوریه دست کم 3 کشته بر جای گذاشت. اولین مناظره انتخاباتی میان جو بایدن و دونالد ترامپ روز جمعه برگزار می شود. نقاشی آبرنگ کتاب هری پاتر حدود 2 میلیون دلار به فروش رفت. و آکادمی اسکار از بهرام بیضایی برای عضویت دعوت کرد. توجه شما را به مشروع خبرها جلب می کنم. امروز پنجشنبه 27 ماه جون 2024 میلادی برابر است با 7 تیر ماه سال 1403 خورشیدی. همزمان با پایان فرصت تبلیغات در 14 دور از انتخابات ریاست جمهوری ایران در بامداد پنجشنبه 7 تیر ماه، امیر حسین قاضی‌زاده هاشمی و علیرضا زاکانی، دو نامزد اصولگرا، با تاکید بر وحدت میان نامزدهای اصولگرا از ادامه رقابت‌ها انصراف دادند، در حالی که دو نامزد دیگر اصولگرایان یعنی سعید جلیلی و محمد باقر قالیباف هنوز ائتلاف نکردند. رئیس مجلس شورای اسلامی در شبکه ایکس از مجاهدات قاضی‌زاده هاشمی و زاکانی قدردانی کرد. با این حال در توییت محمد باقر قالیباف اثری از کنارگیری احتمالی به نفع جلیلی به چشم نمی خورد. علیرضا زاکانی روز پنجشنبه در شبکه ایکس ضمن اعلام انصراف خود از ادامه رقابت ها نوشت: تا پایان زمان قانونی رقابت ماندم، اما تداوم راه شهید رئیسی مهمتر است. انصراف او در شبکه‌های اجتماعی دستمایه طنز هم شده و کاربران با وام گرفتن از وعده‌هایش مبنی بر پرداخت یارانه طلایی و ارائه کالا به شهروندان مقابل خانه به شوخی و استهزای او پرداختند. شامگاه چهارشنبه هم امیر حسین قاضی‌زاده هاشمی، رئیس فعلی بنیاد شهید، از ادامه رقابت‌ها انصراف داد و اعلام کرد که این اقدام وی برای حفظ انسجام نیروهای انقلاب و در پاسخ به درخواست مکتوب شورای عالی اجماع نیروهای انقلاب بوده است. انصراف او با این حال با حمایت از هیچ نامزدی همراه نبوده است. همزمان با نزدیک شدن به روز رای گیری و علی‌رغم درخواست مکرر علی خامنه ای بر ضرورت مشارکت بالا، شمار افراد و گروه هایی که به صراحت بر تحریم انتخابات اصرار می برزند افزایش می یابد. بعد از نرگس محمدی، فعال حقوق بشر زندانی و برنده جایزه نوبل، مژگان ایلانلو، مستندساز حامی اعتراضات زن زندگی آزادی و سپیده رشنو، مترجم زندانی، چهره ها و گروه های شناخته شده دیگری چون حسین رونقی، فعال سیاسی مخالف حکومت، انجمن خانواده های دادخواه اعتراضات آبان 98، مادران دادخواه کردستان، فاطمه سپهری، زندانی سیاسی مخالف رهبر جمهوری اسلامی و حکومت ایران، و گوهر عشقی، مادر دادخواه، هم انتخابات را تحریم کردند. نامهای دیگری چون گلرخ ایرایی، زندانی سیاسی، و مهدی محمودیان و حسین رزاق، زندانیان سیاسی پیشین، هم جزو تحریم کنندگان انتخابات هستند. معاون نماینده ویژه دولت آمریکا در امور ایران گفته است که ایالات متحده هیچ انتظاری در این باره ندارد که انتخابات در ایران آزاد و عادلانه باشد یا تغییر اساسی در سیاست جمهوری اسلامی ایجاد کند. آبرام پیلی روز چهارشنبه 6 تیر ماه در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:
البته که نامزدها توسط شورای نگهبان دستچین شدند، اما این را هم می‌دانیم که مردم ایران حتی به ابتدایی ترین آزادی ها که ویژگی های ضروری هر دموکراسی به شمار می رود دسترسی ندارند. او با اشاره به سابقه طولانی این حکومت اقتدارگرا در زمینه آزار، اذیت و ارعاب روزنامه‌نگاران، سرکوب پوشش اخبار انتخابات و سلب آزادی برگزاری تجمعات مسالمت‌آمیز تاکید کرد که آمریکا از مردم ایران حمایت می‌کند. پیلی نوشت ایالات متحده به دفاع از حقوق بشر در ایران، افشای اقدامات سرکوبگرانه حکومت و حمایت از آینده‌ای آزاد و دموکراتیک ادامه خواهد داد. اعتراض ایرانیان مقیم سوالیا باعث شد که سالن محل برگزاری انتخابات ریاست جمهوری ایران در شهر سیدنی برنامه رأی‌گیری روز جمعه 8 تیر ماه را لغو کند. پیشتر در پی اعتراض جامعه ایرانی استرالیایی محل برگزاری انتخابات در شهر برزبن هم تغییر کرده بود. سفارت جمهوری اسلامی در استرالیا روز پنجشنبه 7 تیر ماه مجبور شد که محل رأی‌گیری شهر سیدنی را به مرکز اسلامی السجاد در اوبرن تغییر بدهد. آزیران، نهاد مستقل در استرالیا و حامی جنبش زن زندگی آزادی، در روزهای گذشته با ارسال سه نامه جداگانه به مدیران محل‌هایی که حکومت ایران آنها را برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری تعیین کرده بود، خواستار لغو قراردادهایشان با سفارت جمهوری اسلامی شد. مونا بختیاری، خواهر دادخواه پویا بختیاری از کشته شدگان آبان 98، میگوید به جان مادرش ناهید شیرپیشه در زندان زنجان سوء قصد شده و فردی او را مورد ضرب و شتم قرار داده است. این خواهر دادخواه با بیان اینکه جان پدرش منوچهر بختیاری هم در زندان به علت بیماری و جلوگیری مسئولان زندان از انجام عمل جراحی در خطر است، گفت ما حاضریم کشته شویم چون این زندگی خیلی بدتر از مرگ است. مونا بختیاری در این ویدیو میگوید قبل از نوروز سال 1403 ماموران وزارت اطلاعات به ملاقات مادرش رفته و به او قول مرخصی 10 روزه به قید وثیقه چند میلیاردی داده بودند. به گفته خانم بختیاری با این حال بعد از دوندگی و پیگیری زیاد وزارت اطلاعات 2 ماه قبل او را احضار کرده و از او خواسته تا در برابر دوربین اعتراف کند که پویا بختیاری اغتشاشگر بوده و در اعتراضات 98 کیوسک آتش زده و می‌خواسته که به سمت ماموران تیراندازی کند. خانم بختیاری اعلام کرد که 1 ماه بعد هم به من اعلام کردند که به دلیل آنکه سبا و مهرداد بختیاری در گذشته پسرعمه‌شان را اطلاع دادند، مرخصی ناهید شیرپیشه لغو شده است. عمو و عمه پویا بختیاری چند روز بعد از کشته شدن ابراهیم رئیسی اعلام کردند که بهروز قدیمی، مهندس پرواز و یکی از قربانیان سانحه سقوط هلیکوپتر رئیسی، پسرعمه آنهاست. شورای سازماندهی اعتراضات کارگران غیر رسمی نفت میگوید که اعتصاب کارگران پروژه‌ای در صنعت نفت و گاز بعد از 1 هفته به بیش از 110 شرکت رسیده است. این شورای کارگری روز چهارشنبه با انتشار اسامی شرکت‌هایی که کارگران آن در اعتصاب هستند، در شبکه اجتماعی تلگرام تاکید کرد که این کارگران تا رسیدن به مطالبات خود به اعتصابات ادامه خواهند داد. این شورا 1 روز پیش از آن تعداد کارگرانی را که به این اعتصاب پیوسته‌اند بیش از 20,000 تن از 100 شرکت اعلام کرده بود که بر این اساس تعداد کارگران اعتصاب کننده هم از این میزان فراتر رفته است. سازمان امداد و نجات ایران میگوید که بر اثر سیل و رعد و برق در 1 هفته گذشته 5 تن در ایران کشته شدند. بابک محمودی رئیس این سازمان روز پنجشنبه با بیان اینکه در فاصله اول تا 7 تیر ماه 12 استان ایران درگیر سیل و آب گرفتگی شدند، در گفتگو با خبرگزاری ایلنا گفت 4 تن بر اثر سیل و 1 تن بر اثر رعد و برق جان خود را از دست دادند. همچنین مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان مازندران روز پنجشنبه با اشاره به اعلام مفقودی 5 تن در حادثه سیل اخیر شهرستان سوادکوه به خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا گفت که جسد یکی از این مفقودان در مسیر رودخانه تلار در قائم شهر کشف و از آب بیرون کشیده شد. غلام علی فخاری همچنین اعلام کرد که 3 تن از افرادی که گمان می‌شد در سیل مفقود شدن هم در بیمارستان بستری هستند. بینندگان عزیز، من در این لحظه توجه شما را به پیام‌های بازرگان جلب می‌کنم.
سرشناسترین وکیل جامعه ایرانی دکتر کامران یدیدی. تصادفات اتومبیل، موتورسیکلت، صدمات بدنی، حمله حیوانات، زمین خوردگی. در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی کادر قدرتمند ما برگ برنده شما بر ضد شرکت های بیمه خواهد بود. فقط و فقط یک نام، دکتر کامران یدیدی. 818-999-99-99. معتبر، برا. با ادویه جوجه کباب صدف، تهیه یک جوجه کباب لذیذ و آبدار خیلی ساده است. گوشت جوجه رو بعد از شستن به اندازه های مناسب میبریم. کمی روغن اضافه میکنیم و ادویه جوجه کباب صدف رو روی اون میپاشیم. و بعد همراه با سبزیجات دلخواهمون به سیخ میکشیم. خب، آتیش هم که آماده است. حالا جوجه ها رو کباب میکنیم و کمی بعد با لذت نوش جان میکنیم. بله، انتخاب صدف انتخاب بهترین هاست. جواهری پارس با مدیریت مسعود افلاطونی، شنبه ها ساعت 13 به وقت لس آنجلس، 818-377-31، 818-344-5050، از شبکه جهانی تلویزیون پارس. به هیچ وجه نگران فروش خانه، باغ، ویلا و یا دیگر اموال خود در هر نقطه از ایران نباشید. این کار در تخصص وکلای ماست. شماره تماس 818-577-77-59-7، روز هفته 24 ساعته. توجه شما را به ادامه خبرها جلب می کنم. اکسیوس در گزارشی به نقل از مقام عالی رتبه اسرائیل نوشت بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل دو هفته قبل کارگروهی متشکل از اعضای وزارت دفاع، وزارت خارجه و سرویس‌های اطلاعاتی که برای تمرکز بر فعالیت‌های هسته‌ای ایران تشکیل شده بود را احیا کرد. در حدود یک سال و نیم گذشته جلسه های این کارگروه به حالت تعلیق در آمده بود و اکنون نتانیاهو مشاور امنیت ملی خود هانگبی را مسئول راه اندازی دوباره آن کرده است. به گفته یه 4 مقام آمریکایی و اسرائیلی، تل‌آویو نگران است که جمهوری اسلامی از ماه‌های منتهی به انتخابات ریاست جمهوری آمریکا برای پیشرفت فعالیت‌های هسته‌ای شامل تلاش‌های تسلیحاتی استفاده کند. به گفته آنها در این مدت توجه دولت بایدن به کارزار انتخاباتی و بحران در غزه معطوف است و در صورتی که ایران در این بازه زمانی پیشرفتی در برنامه‌های هسته‌ای خود ایجاد کند، دولت بایدن توانایی واکنش سریع را ندارد. این مقامات میگویند این احتمال وجود دارد که ایران از دوران بعد از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و گذار به دولت جدید هم برای پیشبرد اهداف هسته‌ای تسلیحاتی خود استفاده کند. با این حال جامعه اطلاعاتی آمریکا همچنان بر این باور است که ایران به طور فعالانه برنامه هسته‌ای تسلیحاتی ندارد. خبرگزاری ها بامداد پنجشنبه اعلام کردند که حمله هوایی اسرائیل به مناطق جنوب سوریه به کشته شدن دست کم 3 تن و مجروح شدن 1 سرباز انجامید. رسانه های دولتی سوریه به نقل از یک منبع نظامی گزارش دادند که اسرائیل حوالی ساعت 23:40 شامگاه چهارشنبه به وقت محلی اقدام به یک حمله هوایی از بلندی های جولان کرد و مناطقی را در جنوب سوریه هدف قرار داد. به گفته این منبع نظامی، پدافند هوایی سوریه چندین پروند موشک اسرائیلی را رهگیری کرد، اما این حملات در نهایت 2 کشته و 1 زخمی بر جای گذاشت. وزیر دفاع اسرائیل که برای گفتگو با مقامات آمریکایی به واشنگتن سفر کرده، روز چهارشنبه به خبرنگاران گفت اسرائیل به دنبال جنگ با لبنان نیست، اما خود را
برای هر سناریویی آماده می کند. یوآب گالانت هشدار داد حزب الله به خوبی متوجه است که اگر جنگی آغاز شود ما قادریم خسارات عظیمی به لبنان وارد کنیم. به افزود اسرائیل می تواند لبنان را به عصر حجر بازگرداند، اما نمی خواهیم این کار را انجام بدهیم. حسن نصرالله رهبر حزب الله پیشتر تهدید کرده بود در صورت حمله بزرگ اسرائیل به لبنان این گروه شبه نظامی بدون محدودیت، بدون قاعده و بدون سقف خواهد جنگید. اولین مناظره انتخابات ریاست جمهوری سال 2024 آمریکا بامداد روز جمعه 8 تیر ماه ساعت 4:30 دقیقه به وقت تهران میان جو بایدن و دونالد ترامپ راستای جمهوری فعلی و سابق این کشور برگزار می شود. CNN اطلاعاتی از موضوع این مناظره منتشر نکرده، اما احتمالاً مسائل اقتصادی، امنیت مرزها و مهاجرت، سقط جنین، محکومیت ترامپ در پرونده پرداخت حق سکوت به استورم دانیلز ستاره فیلم های پورن و محکومیت هانتر بایدن به دلیل خرید و داشتن اسلحه از موضوعات اصلی این مناظره خواهد بود. در خبری کوتاه، وزرای تجارت و بازرگانی ایالات متحده، ژاپن و کره جنوبی روز چهارشنبه متحد شدند در مورد مسائل استراتژیک از جمله ایمنی هوش مصنوعی، کنترل صادرات، انرژی پاک و زنجیره تأمین نیمه هادی‌ها همکاری کنند. وزارت دادگستری آمریکا روز چهارشنبه اعلام کرد که یک شهروند روسیه به اتهام توطئه برای هک و تخریب سیستم‌های رایانه‌ای و داده‌ها در اوکراین و کشورهای متحد از جمله ایالات متحده متهم شده است. به نوشته خبرگزاری رویترز، دادستان فدرال در مریلند روز سه‌شنبه 5 تیر ماه علیه امین تیموویچ استگال 22 ساله کیفرخواست صادر کرد. وزارت دادگستری آمریکا اعلام کرد که پیش از حمله روسیه به اوکراین در فوریه 2022 این شهروند روسیه سامانه‌ها و داده‌های دولتی کیف را که ارتباطی با ارتش نداشتند هدف قرار داده بود. بعد از تهاجم زمینی روسیه به اوکراین، سیستم‌های رایانه‌ای در ایالات متحده و دیگر کشورهای حامی اوکراین هم هدف حمله او قرار گرفتند. استگال همچنان متواری است و وزارت امور خارجه آمریکا تا 10 میلیون دلار برای اطلاعات مربوط به مکان یا فعالیت‌های سایبری مخرب او جایزه تعیین کرده است. تلاش شماری از نیروهای ارتش بولیوی برای کودتای نظامی علیه رئیس جمهوری این کشور شکست خورد. نیروهای ارتش بولیوی به فرماندهی خوان خوزه زانیگا روز چهارشنبه علیه دولت لوئیس آرته رئیس جمهوری بولیوی کودتا کردند و با تانک وارد کاخ ریاست جمهوری شدند. زانیگا در بیانیه اعلام کرد که هدف او استقرار مجدد دموکراسی است، اما ساعتی بعد با حمایت مردم از دولت لوئیس آرته طرح زانیگا به شکست انجامید و او به اتهام ارتکاب اقدام تروریستی و قیام مسلحانه بازداشت شد. خبرگزاری رسمی کره شمالی از آزمایش موفقیت آمیز پرتاب یک موشک با کلاهک‌های متعدد خبر داد، اما کره جنوبی اعلام کرد که این موشک یک موشک مافوق صوت بوده که حین پرواز منفجر شده است. بر اساس گزارش خبرگزاری دولتی کره شمالی، این کشور یک آزمایش جداسازی و کنترل کلاهک‌های متحرک جداگانه را در روز چهارشنبه ششم تیر ماه با موفقیت انجام داد. این خبرگزاری روز پنجشنبه افزود که کلاهک‌های جداگانه به سه هدف هماهنگ اصابت کردند. کره شمالی تاکید کرد که از طریق این آزمایش به توانایی شلیک چندین کلاهک مستقل با استفاده از یک موشک بالستیک رسیده است. بلندی برنش من بعد از چند پیام بازرگانی با ما باشید. درست انتخاب کنید. هیدری لا گروپ، وکیل رسمی دادگاه های کالیفرنیا و نوادا. سامان هیدری و همکاران، متخصص و برترین در تصادفات و صدمات شدید بدنی. رایچر، اوبر، لیفت، تراک و موتورسیکلت با کارنامه درخشان دریافت میلیون ها دلار خسارت از بیمه ها.
دفاتر سامان هیدری، هیدری لا گروپ در شهرهای لس آنجلس، ایرواین، ساکرامنتو و لاس وگاس. 818-818-0707 hidarilagroup.com. وست ساید مدیکال فارمسی در 11968 ویلچر بولوار در خدمت جامعه ایرانی. داروخانه وست ساید مدیکال به مدیریت دکتر سویل کاتوزی با همکاری تکنیسیان‌های مجرب و ارائه واکسن‌های روز. تحویل رایگان دارو به منازل شما در همه مناطق به خصوص بیورلی هیلز، ولی، وست الی و سانتا مونیکا. دوشنبه تا جمعه 10 صبح تا 5 بعد از ظهر. تلفن 310-441-1200. داروهای گیاهی دکتر سهراب خوشبین نیز در وست ساید مدیکال فارمسی موجود است. به به، هیچی مثل دوغ بیبلوس نمیشه. یادتونه قدیما میرفتیم لب چشمه، درکه، دربند، چلو کباب سفارش میدادیم؟ غذا به همون نمیچسبید تا اون دوغ محلی و طبیعی رو مینوشیدیم. الان هم تنها دوغی که کاملا به یاد دوغای خونگی خودمون میندازه دوغ بیبلوسه. سالم، کاملا طبیعی، خوشتم، تهیه شده از ماست و شیره بدون هورمون و مواد افزودنی. امتحان کنین، خودتون تایید خواهید کرد که هیچ چیزی مثل دوغ بیبلوس نمیشه. در کلینیک سوکای مدسپاس زیر نظر دکتر مهناز جمالی می توانید از خدمات بی‌نظیر این کلینیک بهره مند شوید. خدماتی همچون لیزر مو، بوتاکس، فیلر، شفاف سازی و جوان سازی صورت، بوتاکس های درمانی، عضل سازی بدن و کاهش وزن. برای کاهش وزن شما می توانید با استفاده از سماگلوتاید در کوتاه ترین مدت زمان به وزن دلخواهتون برسید. پکیج کامل زیبایی و جوانی خود را در کلینیک سوکال مدسپاس تجربه کنید. شماره تماس 562-459-7043. ایرانیان عزیز ساکن آمریکا و کانادا، برای رفع مشکلات حقوقی شما در ایران با منوچهر معتمر مشکل حقوقی شما حل شدنی است. فروش املاک شما در ایران جهت ایرانیان خارج از کشور، اخذ اجازه اوفک پیش از فروش املاک، انجام کلیه امور حقوقی مربوط به دادگاه‌های حقوقی و تجدید نظر در دیوان عالی کشور، دریافت شناسنامه، گذرنامه، تنظیم وکالتنامه، اعم از کاری و فروش، ثبت رسمی ازدواج و طلاق شرعی. با منوچهر معتمر مشکل حقوقی شما در ایران حل شدنی است. تلفن 949-202-7288. خوشبختانه همه چی قانونن درست شد. خبرها را دنبال میکنیم. جولیان آسانج، بنیانگذار وبسایت ویکی‌لیکس، روز چهارشنبه بعد از یک توافق دیپلماتیک پیچیده، یکی از اتهامات خود در خصوص نقض قانون ضد جاسوسی و انتشار اسناد محرمانه نظامی آمریکا را پذیرفت و به این ترتیب آزاد شد. استلا آسانج، همسر او، اکنون بعد از آزادی بنیانگذار وبسایت ویکی‌لیکس نسبت به وضعیت سلامتی او ابراز نگرانی کرده و در گفتگوی با کانال نیوز 7 گفته است: باید درک کنیم که چه بر جولیان گذشته است. او به زمان نیاز دارد تا به آزادی عادت کند و خانواده به زمان نیاز دارد تا خانواده شود. جولیان آسانج و همسرش استلا در سال 2022 در زندان بلماش لندن ازدواج کردند و دارای دو فرزند هستند. یک نقاشی آبرنگ هری پاتر که روی نخستین چاپ کتاب هری پاتر و سنگ فیلسوف به چاپ رسیده بود، روز چهارشنبه به قیمت 1.9 میلیون دلار در یک حراجی در آمریکا به فروش رفت. این کتاب در ایران با نام هری پاتر و سنگ جادو هم شناخته می شود. آکادمی علوم و هنرهای سینمایی آمریکا از 487 سینماگر و هنرمند برای عضویت در این آکادمی دعوت کرد که به عضویت آن در بیایند، که یکی از آنها بهرام بیضایی، کارگردان و نویسنده سرشناس ایرانی است.
آقای بیضایی در کنار 7 سینماگر دیگر در چند شاخه دعوت به عضویت شدند و باید یکی از این رشته ها را برای عضویت انتخاب کنند. این سینماگر و نویسنده ایرانی در 2 بخش به عنوان کارگردان و نویسنده دعوت به عضویت شدند. آخرین فیلم سینمایی بهرام بیضایی وقتی همه خوابیم در سال 1387 ساخته شد و او 2 سال بعد ایران را ترک کرد و از آن زمان در امریکا اقامت دارد. بینندگان عجمن، به پایان بخش خبر رسیدیم. سپاسگزارم از شما عزیزان که تا این لحظه با ما همراه بودید و تشکر میکنم از همکارم در اتاق پرمان آقای شهرتی. روزگار خوش رو براتون آرزو میکنم.